وقتی که ما فهمیدیم خدمت به این حسینیه ها، خدمت به این شبکه، خدمت به این قصه ها، خدمت شما دیدی که شنیدین سازمان ها، آدم ها و نوکرای امام حسین جور با جورن، درجه صدق و اخلاص و مقاماتشون و نوکریشون هم متفاوته. میگن آقا نظر فلان حسینیه بکنی جواب میگیری، حاجت مشهوره تو هر شهری، فلان روزه مثلا بری حاجت میگیری، نظر چای قن نمیدونم نونقاق چه برای فلان روزه بکنی حاجت میده. هر شهر یه روزه هست که یه هیئت هست که اون هیئت اخلاصی رو در طول تاریخ ثابت کردن، حاجت گرفتن. ما میگیم آقا نظر شبکه امام حسین بکنی، این همه شبکه هست، همه هم خادمن، همه هم دارن نوکری میکنن، همه هم خوبن. من حتی میخوام بگم تمام شبکه های شیعی در جهان، اعم از دولتی و غیر دولتی، به یک وجهی شیعی هستند، شبکه شیعی هستند، هر کدوم به یه شکلی دارن خدمت میکنن. اما حالا بحث سر اینه، یه شبکه هست در طول تاریخ نذوراتش جواب داده، فیض زیاد بوده، سیل جمعیت از این نظر جواب گرفت. شما هم تجربهش کنید. ممکنه اغنیا الان بگن آقا ما حاجت نداریم. من همیشه نظرم اینه اغنیا حاجتاشون بیشتره و بزرگتره و میتونن نظرهای بزرگتر بکنن. اگر اونها گرفتارن، اونها برای شبکه امام حسین نظر کنن. اگر فقرا گرفتارن، امتحان کنید یه نظر بکنید. یه وقتی هم من همیشه به جوانا گفتم که جوانا گاهی از نظر یه پله بالاتره. خودم اگه میخوان ارتباطتون وصل بشه، همش یه لیست تهیه نکنین برین تو حرم امام رضا یا تو حرم سید الشهدا یا حرم های ائمه یا حرم از معصومه یا جمع کرام، یه لیست به دست برین تو آقا من یا میخوام یه خط بخونیم. خدایا همین گفت تو مکه نوشته بود، خدایا همین من بلد نیستم، همین لیست به دست نرین حرما. یه بار شده برین تو حرم امام حسین بگین آقا این سفر آمدم، بگم کاری نداری برات انجام بدم جانم، من میخوام به همینجا برسم. یه بار شده به امام رضا بری بگی آقا یه سفر آمدم، بگم زائرت، کارت، کتابی درباره شما، مؤلفی، طلبه‌ای، فقیری، شیعه‌ای، از شیعیانت مشکلی نداره معرفیش کنی من برم مشکلش، من اینقدر دارم، اینقدر میتونم الان انجام بدم، شما فقط بگین چیکار بکنم من انجام بدم. شده یه بار بری، ما یه همسایه داریم، خودش میگه من یه بار پای منبرت بودم همین حرفو تو زدی، من خیلی به هم ریخته، گفتم راست میگه، ما خیلی بی حیا بودیم که هر روز رفتیم همیشه رفتیم بارمون رو دوش امام رضا انداختیم، یه بار رفتیم بار از رو دوش حضرت سید شهدا، خصوص حضرت قمر بنی هاشم خیلی بار رو دوششه، هر کی از همه جا جواب نمیگیره میاد حرم قمر بنی هاشم. شده یک بار بری حرم قمر بنی هاشم، آقا جان منم حاضرم نوکری تو بکنم، آقا جان من حاضرم یه باری از رو دوشتم، شیعانتون نوکرتون کاری مشکلی داره من حاضرم انجام بدم. ما الان داریم میگیم آقا شبکه داره تعطیل میشه، تهدید به قطع برنامه هاش کرد. با خودتونه ممکنه خیلی ها بگین شد که شد، مشکلی هم براشون نداره، ولی اگر تا به حال دیدین نه آقا فعال بوده، اثری داشته رو جوونتون، یه برنامهش دو تا برنامه، ما ادعا نداریم تمام برنامه های شبکه ایدئاله. خود من خیلی موارد رو ممکنه بگم آقا اینو نقد دارم، آقا مثلا به این برنامه شما انتقاد دارم، شکل این نباید اینجوری اجرا میشه، شما هم حق این انتقاد رو دارین. شما ممکنه بگین آقا این برنامه این شکل، این دکور، این مشکل، این فضا، همین دیگه، این حتی ممکنه بگین آقا این عکس، این چی برای ما مشکل سازه، ما نمیپسندیم، ما میگیم آقا انتقاداتون سر جاش، خودش محفوظ. اما یک چیزی رو فقط به ایواش نپسندیم، نپردازیم، در مجموع همه خوبیاش رو ببینیم، بعد ببینیم در مجموع نمره چند میدیم به شبکه. به اندازه نمره‌ای که میتونید به شبکه بدید تا به حال نظر بکنید، تازه نمیخواد